درود خدمت استاد رضا صابرپور این فیلم رو میگیرم جهت استاد صابرپور با پیج رزا نقط صابرپور اینجا موزه تخت جمشیده اون دروازه که پیدا شده دقیقا روبرو رو هم که نمیشه گفت دقیقا 10 سنت به فاصله 3 کیلومتر دقیق بدون یک متر پس و پیش. یه روزی به منظور دیگر روبه روی اینجاگاه فرار داره. هموطنان گرامی روی این لبه پنجره اول کروکی سه دروازه قرار داره دروازه هایی که تو قدم شمارهای کوتاه و بلند قرار دارن رو این لبه پنجره که الان مشاهده کردید و کروکی که از 27 ستون یا 27 اتاق خورده بود که به حالت جدولیه. روی لبه پنجره بعدی یه کروکی جدولی میبینید از 27 اتاق یا 27 ستون که قرار داره تو موازات همدیگه، قرار میگیرن هموطنان بزرگ و روی لبه پنجره بعدی یک تراشه تو عمق دیگه شما میبینید که باز این موقعیت یک دروازه دیگر رو داره نشون میده یعنی پس نشون میده دروازه ها در جهت شمال و جنوب قرار گرفتن یعنی تا اینجا شد چهار دروازه در اینجا حکاکی سوزنی رو میبینید که یک پادشاه سوار بر اسبه که به سمت کوه یا طلوع خورشید حرکت میکنه دقیقا موازی با نگاه همین پادشاه که سوار بر اسبه تو قدم شمار بین 300 تا 500 قدم هواکش ها قرار دارن که متأسفانه اون هواکش ها دیگه نابود شدن در سالهای اخیر که اطلاع کردیم بعد مطلع شدیم که هواکش ها به این رفتن تمام چیدمان مشخص مربوط به محیط منطقی من اینو دارم میگم من این توضیحات رو دارم برای ملت شریف ایران و جامعه باستانشناسی ایران و میراث فرهنگی ایران دارم میگم نه باستانشناسان اروپایی یا میراث فرهنگی آلمان و ایتالیا و دیگر کشورها من برای اونا نمیگم یا فرانسویان من برای اونها این توضیحات رو نمیدم بلکه دارم برای هموطنان خودم دارم این توضیحات رو میدم و جامعه باستانشناسی ایران و میراث فرهنگی ایران روی صحبت من برای این بزرگوارانه که آگاه بشن و مطلع بشن و بفهمن در اطراف منطقه تخت جمشید چه خبره که این افتخارات رو ایرانی با دست خوش بکشه بیرون نه اروپایی روی این لبه این پنجره شما کروکی جدولی رو دارید میبینید و روی دیوارش باز نقش یک پادشاه دیگه خورده که متاسفانه نیمی از نقش نابود شده و قسمت پاها فقط سالم مونده که یک پادشاه در حال پیاده رویه نگاه به داخل موزه داره نگاه به داخل موزه است در اینجا هم باید یک نگاهی به داخل موزه تخت جمشید داشته باشیم هموطنان اینو بدونیم که موزه تخت جمشید اصلا روی یک سازه باستانی و تاریخی بنا شده و اصلا نباید حتی این موزه اینجا قرار میگیره حتی اینا هموطنان اول از همه آگاه بشن اصلا این موزه نباید اینجا قرار میگرفت که مهلکترین ضربه رو زد تو جای موزه اشتباه چون دقیقا روی حساسترین سازه های باستانی قرار گرفته و در داخل خود موزه هموطنان بزرگبار، کروکی ها و علامت های بیرون رو براتون توضیح دادم که هموطنان بزرگوار آگاه بشن چه خبره؟ حالا مربوط به کروکی های داخل، براتون توضیحات رو میدم هم گرامی این کروکی که دارید میبینید مربوط به هزار توی سنگیه که دقیقا زیر تخت جمشید قرار داره نام دومش میشه تونل دوار اما تونل سنگی یا هزار توی سنگی هم بهش میگن هزار توی سنگی یا تونل دوار قرار میگیره که دقیقا زیر تخت جمشید قرار داره که این توضیحات رو بازم من دارم میگم چند سال پیش تمام این مطالب و توضیحات رو بند دونه به دونه گذاشته بودم کروکیار رو هم داری میبینید که حالت جدولی هست و در روی این لبه پنجره داره به سه دروازه داره اشاره میکنه و روی لبه پنجره بعدی داره به یک کروکی جدولی داره اشاره داره میکنه و یک راهی که بهش میرسه کروکی جدولی رو دارید مشاهده دارید میکنید همتون گرامی که به 27 اتاق یا 27 ستون که یعنی یک سالن یک تالار بزرگ داره اشاره داره میکنه روی این پنجرم دارید کروکی دروازه ها رو دارید مشاهده دارید میکنید همتون بزرگ بار سه دروازه که دروازه آخر از همه کوچکتر و پرتر افتاده که در شمال و جنوب دروازه بزرگ قرار میگیرند یعنی در چپ و راستش قرار میگیرن کل چیدمان در این منطقه کاملا مشخص و مهرزه و رو این کروکی هم که شما دارید باز دوباره دارید مشاهده میکنید که تراشه تو عمقه باز داره به یک دروازه پرت دیگه داره اشاره میکنه که در جهت یا شمال یا جنوب قرار گرفته یعنی در جایی که موقعیت سه دروازه قرار داره یک دروازه پرت دیگه ما داریم که الان دارین کروکیش دارید می بینید که رو قدم شماره هزار قدم به چپ و راست موقعیت فعلی که الان داره کاوش میشه و رو مطالب من دروازه پیدا شده به چپ و راست اون تو فاصله های هزار قدم تا نزدیک به شیش هزار قدم یک دروازه پرت دیگه قرار داره و کروکی که دارید میبینید که روی این تاقچه باز خورده کروکیا به سمت راست و به داخل به بالاش خورده بود که البته فیلمبرداری برداری دقیقترم نشونتون خواهم داد الان برای این کار مذت بخوام این کار از بالاش دقیق داشته باشید تراشه رو ببینید هموطن گرامی این تراشه رو که میبینید خم شده رو به پایین این داره راهی رو به تو عمق به زیر زمین داره اشاره میده که دقیقا راهش از زیر خود است یعنی داره به زیر موزه داره اشاره داره میکنه راهی که حالت ده... چجوری بهتون بگم حالت یک دروازه ماننده حالت دروازه ماننده هموطنان گرامی چون راه اصل راه داره به راه اصل رو داره اشاره داره میده هموطنان بزرگ بار. کروکی که دارید در پایین همین کار دیدید به راه ها اشاره میکنن چیدمان هایی که در بغل خوردن دارن به وجود راه ها و یا اتاق هایی که در زیر خود موزه قرار میگیرند داره اشاره داره میده هموطنان بزرگوار این چیدمان هایی که الان جداگونه دارم توضیح میدم اینا مربوط به زیر خود موزه است و زیر خود تخت جمشید حساب میشه چونکه الان نگاه کنید علامت ها رو ببینید علامت ها به راه های پلوم و محروموم دارن اشاره دارن میکنن نعل اسب هایی که حالت نعل اسب خورده داره به تونل هایی اشاره میکنه که در زیر تخت جمشیده و تونل های اسب روه هموطنان گرامی تونل های اسب رو یعنی تا این الان این کروکی رو نگاه کنید هموطنان گرامی در فیلم برداری هم دیدید اینا مربوط به داخل موزه تخت جمشیده این کروکی داره یک تونلی به زیر داره اشاره میکنه یعنی تو عمق زمین قرار داره این تونل این تونل در عمق زمین قرار داره اینا کروکی باز داخل خود موزه است که البته این موزه برپا شده روی یک سازه باستانی و بلا استثنا جهت ها و کروکی ها رو همه رو در آوردن و تراشیدن کروکی بعدی باز روی دیواره خورده روی دیواره ها خورده باز داره به یک راه یک حالت دروازه مانند به زیر زمین داره اشاره میکنه چون جهت رو به پایینه داره به عمق به زیر زمین داره اشاره میکنه که روی آثار و علای مشخصی داره به تونل هایی که حالت این تونل ها از رو یا عراب روی به زیر تخت جمشید داره اشاره داره میکنه و چیدمان هایی که دارید میبینید که یا باید اینها چیدمان های زیرین باشن یا چیدمان سه راه مجزا باید باشن حالا الباقی تصاویرم ببینید هموطنان گرامی الان مربوط به این تاقچه که دارید مشاهده دارید میکنید سمت چپ تصویر به پایین پایینش کف زمین یک تراشی هشتی مانند دارید میبینید که از کلش صافه حالت هشتی ماننده که به تو تراش خورده حالت هشتی به تو تراش خورده این داره به یک دروازه ورود به زیر زمین داره اشاره داره میده هموطنان گرامی داره به یک دروازه ورود داره اشاره داره میده باز روی تاخچه بعدی که در داخل خود موزه هستش آثار و علائمی که دارید نگاه میکنید و یک سری جاها حالت نل از کوبهایی که خورده حالت نیم هایی که روی سنگ در آوردن که حالت نعل اسبه کوبیدگی نعل اسبه چکشکاری شده بلا اینها دارن به یک تونل عرابه رو یا اسب رو دارن اشاره دارن میدن باز این در این تصویر دارید میبینید حالت نعل کوب هایی که روی دیواره ها خورده سه نل کوب یعنی داره به مکانی داره اشاره داره میکنه که چندین کیلومتر تونل در زیر تخت جمشیده یعنی به راه های عرب رو و عصب رو در زیر زمین در زیر تخت جمشید داره اشاره داره میده هموطنان بزرگ بار. اینا همه اسناده بابا به اینا میگن نسخه سنگی هموطن و با به اینا میگن آدرس و نسخه سنگی که روی مکان میذاشتن و این کارها قبل دوره حخامنشیان بوده و بعد اونا هم ادامه داشته که آدرس ها اینگونه حجاری روی سنگ ها میشدن که همه چیزش مهرز و مشخص باشه دیگه از این واضحتر من دیگه نمیتونستم توضیح بدم پس داره به دو راه در دو جهت خلاف داره اشاره میده که به زیر تخت جمشید راه پیدا میکنه دو جهت راه حالت دروازه مانند هموطنان گرامی این راه اونقدر بزرگ هست که راه اصل رو باشه چون نعله است بر این هستش که راهی که در زیر تخت جمشید از دو مسیر داره میخوره که دو مسیر شرق و غربه که به زیر تخت جمشید میره این دو راه در جهت شرق و غرب قرار داره. داره میگه این راه ها اصل روح عراب روحه. داره به راه از رو و عرابه رو داره اشاره میکنه هموطنان بزرگوار باستان شناسان ایرانی بزرگوار من تمام این کروکیا و آدرس ها رو دارم به باستان شناسان ایرانی میدم نه باستانشناسان شناسان اروپایی و خارجی که بعدا بیان این امتیازات رو به نام خودشون ثبت بکنن و افتخار دروغین برای خودشون بخوان کسب بکنن تمام تصاویر دیگه دارید میبینید دیگه من دوباره فیلم آوردم یه تکرار بکنم که ببینید که کاملا براتون مهرز بشه پس زیر تخت جمشید دو راه حالت دروازه مانم میخوری که به زیر تخت جمشید میره الان ساعت چهار دقیقه اینم دروازه ملل که دقیقا ورودی جاده این قسمت قرار میگیره که خورشیدم اینجاست اینجا موزه قرار میگیره اینم میشه پشت کوه تخت جمشید ها خورشید در میاد طلوع میکنه و به این قسمت غروب میکنه جایی که دروازه در اومده استاد اون قسمت ها هست دقیقا اون قسمته که اینجا میشه نقش رجب و نقش رستن دروازه ملل خورشید طلوع آفتاب هم میشه یا اینجا غروب میکنه بدرود